این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم چطوری یک پوستر غذا تو نرم افزار اندیزاین طراحی بکنیم و در حین آموزش پوستر میخوام بهتون یک نکته توی متن بگم که چطوری میتونید این پاراگراف ها یا این نقاط رو داشته باشین توسط گزینه بولت. من این سه تا رنگ رو اینجا آماده گذاشتم. توی ابزارها میام رکتنگل تون رو انتخاب میکنم، یه دونه رکتنگل میکشم که کل صفحه‌مو بگیره، با آی روی کیبورد آی دراپر این رنگ رو میگیرم، یعنی میخوام بک‌گراند اصلیم این رنگ باشه. تصویر غذایی که میخوام وارد این دیزاین بکنم، قبلا گفتم که اگر شما میخواین یک تصویر رو وارد نرم افزار بکنید، مثلا یه همچین تصویر رو اگر بخواین نوشته اطرافش بیاد، حالت سلکت رو توی این دیزاین میتونید انجام بدید که نوشته ها رو بیارین توی صفحه، اما مال مواقعی که شما میخواین از بک‌گراند استفاده بکنید. اما الان من بک‌گراند رو نیاز ندارم و فقط خود این بشقاب رو میخوام. از توی ابزارها الیپس رو انتخاب میکنم و دور تا دور این بشقاب رو به این صورت میگیرم. ببینید میتونید ماسکش بکنید و فقط این تیکر رو میخوام داشته باشم. سی روی کیبورد رو میگیرم که یک مقدار فاصله رو فضاش رو کمتر کنم که فضای زیادی رو نگیره و حالا به صورت پی ان جی سیوش میکنم. میام توی این قسمت اکسپورت و پی ان جی رو روش کلیک میکنیم و اینجا سیوش میکنیم. حالا میام توی نرم افزار این دیزاین، میام تو قسمت فایل پلیس یا کنترل دی رو میزنیم و ببینید الان این شکل هست. این رو روش کلیک میکنم و میارمش توی صفحه. الان کل صفحه منو عکس گرفت. میریم تو قسمت آبجکت، تو قسمت فیتینگ که فیتینگ ها رو کامل توضیح دادم، لینکش رو بالا براتون میذارم که چطوری فریم یعنی اون کادرتون با تصویرتون یکی باشه. تو این قسمت فیت کانتنت پروپورشنالی رو روش کلیک کنین که همچه حالتی باشه. روش دابل کلیک میکنم، یک مقدار میخوام کوچیک ترش بکنم، یعنی یه همچین حالتی یکم دیگه کوچیک‌تر اینجا قرارش میدم. زومش میکنم، میریم تو قسمت ویو، قسمت دیسپلیس و روی های کوالیتی قرارش میدیم که کیفیتش درست باشه. الان خوبه، یک مقدار کوچیک ترش میکنم بزرگه. حالا من تو قسمت ابزارها پن تول رو انتخاب میکنم، یک کلیک اینجا و میخوام یک حالت دیزاین مانندی بدم به طرحم. شیفت رو نگه میدارم که صاف بیاد پایین و بچسبونم. یکم زومش کنم ببینم اینجا باید دقیقاً بچسبه به این. پدی که کشیدیم رو انتخاب میکنم، با آجاپر از این رنگ تیره میگیرم، این شکلی باشه. البته که میخوام این بشقاب رو بیام رو قرار بدم، این بالا اینجا قرارش میدم. پد رو انتخاب میکنم، با آجاپر از این یکی رنگه میخوام بگیرم، یعنی میخوام این رنگ روشن باشه نه تیره. تیره برای نوشته ها باشه خیلی بهتره. دور تا دور بشقاب رو میام دوباره توسط الیپس یه همچین حالتی رو دور تا دور بشقاب رو میخوام به رنگ سفید بزنم، یا میتونیم البته از رنگ اینجا هم بگیریم، البته میتونیم با آی دراپر از رنگ اینجا بگیریم. یک مقدار هم استروکش رو اینجا میبرم بالا، یک مقدار هم جا به جاش میکنم. حالا یه سری نوشته ها که لیست غذا، لیست مثلا این پوستر یا این حالا منو باشه اینجا میخوام بدارم. میام تو قسمت گوگل، اینجا یه سری نوشته ها هست، کنترل سی رو میزنم، میام اینجا و تی روی کیبورد رو میزنم و میام یه دونه کلیک و درگ اینجا میزنم و کنترل وی رو میزنم، کنترل ای رو میزنم که میخوام سایزش رو اینجا بزرگتر کنم. یه همچین حالتی میتونیم فونت رو هم اینجا تغییر بدیم، ولی خب من فونتش فکر میکنم خوبه. البته یک مقدار سایزش رو کوچیک‌تر میکنم و این رو جمع‌ترش میکنم و اینجا قرارش میدم، دقیقا این مرکز قرارش میدم. انتخابش میکنم، با آجراپر میام رنگ تیره سبز رو میگیرم اینجا که قبلا گذاشتیم. خب حالا یک مقدار زومش میکنم، میخوام یه سری دایره یا گلوله یا همین بولت رو پشت این نوشته ها بیام بذارم. خب برای اینکه شما دونه دونه نخواین یک الیپس بکشین بذارین اینجا، چون اینا لیست دیگه، میخواین هر کدوم از اینا رو مثلا در موردش یه توضیحی بدین، اگر بخواین اون دایره پشت همه اینا قرار بگیره بعد کل نوشته رو انتخاب کنین. پس من روش کلیک میکنم، کنترل A رو میزنم پشت انتخابش میکنم. حالا میام این قسمت، این سه تا خطی که اینجا کشیده، تو این قسمت نوشته bullet and numbering، روش کلیک میکنم، این پنجره باز میشه. تو قسمت لیست تایپ اینجا یه دونه بولت صدر داره و یه دونه نامبر داره. اگر شما بخواید عدد بذارین پشت هر کدوم از نوشتهاتون، میتونی از نامبر استفاده کنید. اگر میخواین نقطه بذارین از بولت استفاده میکنم. ببینید من روی بولت که کلیک کردم یه دونه نقطه اینجا، یعنی نقاط رو اینجا برای من گذاشت. خب بذارین من یه کنسل بزنم، یک مقدار سایزش رو اینجا کوچیک‌تر کنم. دیدین اون یکی اومد توی اون خط قرار گرفت و دوباره میام گزینه و روی نقطه کلیک میکنم. ببینید الان نقاط با فاصله پشت هر کدوم از نوشته ها قرار گرفته.
تو این قسمت یه سری شکل‌های پیش‌فرض خودش گذاشته. مثلا اینجا ما روی نقطه زدیم، روی ستاره بخوایم بزنیم شکل ستاره میشه، روی لوزی به این شکل، روی یکی، یا اگر بخواید حروف باشه. اینجا اگر بخواید شما یه سری از اعداد اضافه بکنید، مثلا شما می‌خواید یک حروف بذارید، یه حروف عربی بذارید، یا می‌خواید یه حروف انگلیسی دیگه باشه، می‌تونید روی اد اینجا کلیک بکنید، یه دونه از اینا رو انتخاب کنید. الان این حروف‌ها به صورت عربی و فارسی هست و شما میتونید از اینجا انتخاب کنید که کدوم حالا فونت رو میخواین داشته باشید. مثلا روی MJ بخواین بزنم، فونت رو صورت MGA هست، و یا مثلا روی این یکی ببینید به صورت انگلیسی هست. انگلیسی فارسی رو میتونید اینجا انتخاب کنید. مثلا من میام این E که دو تا نقطه بالاش داره اینجا انتخاب میکنم، اینجا میتونید به صورت بولد باشه یا به صورت رگولار نازک باشه. خب من بولد رو میذارم که حالت ضخیم باشه. حتما اینجا باید اد رو بزنید که اینجا اضافه بشه. پس من اد رو که اینجا کلیک بکنم و اوکی رو بزنم، ببینید اینجا اضافه میشه. الان من روی ای کلیک بکنم، ببینید ای دو تا نقطه بالا اونجایی که من انتخاب کردم اینجا اضافه شد. اما من روی همون نقطه میذارم، نقطه رو میخوام بهتون بگم. تو قسمت تکست افتر اینجا باز شما یه سری چیزایی رو میتونید بعد حالا نقطه اضافه کنید. ببینید الان خط اضافه شد. حتی از اینجا هم شما میتونید یه سری از حالا فاصله ها رو یا دش ها رو داشته باشید. ببینید اینجا EM space اینجا فاصله میده، یا گزینه بعدی دش میده. ببینید دش گذاشت کنار اون نقطه. هر چیزی که اینجا بخواید انجام بدید، یا مثلا یه دونه دیگه دش، دو تا دش اینجا برامون میذاره، و گزینه های بعدی رو میتونید تست بکنید. و اگه بخواید پاک کنید، بک اسپیس رو میزنید و این قسمت کلا پاک میشه. گزینه بعدی کاراکتر استایل هست. اینجا اگر شما یک سری استایل های کاراکتر یا مثلا یه سری تنظیمات رو انجام داده باشین و سیو کرده باشین تو این قسمت کاراکتر، میتونید اینجا پیداش کنید و روش کلیک بکنید. طبق تنظیمات کاراکتری که انجام دادین این قسمت تغییر میکنه. یا میتونید همینجا روی نیو کاراکتر کلیک بکنید و تغییرات رو اینجا انجام بدید. مثلا میخواین رنگ رو عوض بکنید، میتونید رنگ رو اینجا اوکی بکنید و اینجا ببینید رنگ اون بولت ها تغییر کرد، چون یه دونه اینجا ما انتخاب کرده باشیم. و اگر بخواید دوباره برگرده به حالت قبل، میتونید روی نان کلیک بکنید، ببینید برمیگرده به حالت قبل. گزینه بعدی بولت اون نمبر پوزیشن هست. پوزیشن اینکه شما موقعیت هر کدوم از این بولت ها رو کجا میخواییم بذارین، یا گلوله ها رو کجا میخواییم بذارین. از قسمت لفت باشه، سنتر و رایت باشه. اگر من نوشتم و سمت راست بذارم، خب رایت 100% گزینه روش میدیم که از سمت راست، مثلا فارسی از سمت راسته و این بولت ها از سمت راست میاد. یا مثلا میخواییم مرکز باشه، سنتر باشه، من روی همون لفت قرار میدم. گزینه لفت ایندنت، این دست به معنی فرو رفتگیه. این که شما میتونید فاصله و فرو رفتگی رو اینجا تعیین بکنید. اگه میخواین فاصله حالا این نوشته ها رو زیاد داشته باشین یا بولت ها رو زیاد داشته باشین، ببینید من هر چقدر میبرمش جلو، این بولت و نوشته با هم داره با فاصله میاد سمت چپ، و اگر روی صفر قرار بدم میچسبه به همین خطی که اینجا بود. یا مثلا این یکی هم به همین صورت تو رفتگی رو بهمون میده. خب روی صفر قرار میدم و گزینه تاپ پوزیشن هم اینجا غیر فعاله. هر جا بخوایم فاصله بین متن و بولت بذاریم، میتونید از تاپ پوزیشن استفاده بکنید. خب این رو گزینه بولت هست. گزینه بعدی نامبر هست. من روی بولت که من کلیک کردم اینجا خاموشه، قسمت لیست و لولش خاموشه. به معنی اینکه من نامبر رو روش کلیک بکنم، ببینید هم عدد اینجا گذاشته میشه، هم لیست و لول اینجا روشن میشه. که شما میخواین بر حسب لیست عدد بذارید، مثلا نیو لیست رو روش کلیک بکنم، میتونید اینجا حالا یه سری اسم ها بهش بدیم. مثلا ساره اسکیل رو من اینجا بنویسم و اوکی رو بزنم، اینجا به اسم ساره اسکیل یه دونه برامون میسازه. و اینجا مثلا لول بهش میدیم، میخواین لولتون از یک شروع بشه، از دو شروع بشه، و اینجا میتونید تعیینش بکنید. ببینید روی یک که قرار گرفتی، این قسمت ریسال نمبر اینجا خاموشه. به معنی اینکه من یه دونه لول میرم بالا و عدد دو میاد، اینجا روشن میشه و شما میتونید اینجا تنظیمات اینجا رو تغییر بدید، که من کاری با لول ندارم. گزینه بعدی نامبرینگ استایل هست. میخوایم بر حسب اگر عدد میخوایم باشه، 1, 2, 3, 4 مثلا تمام لیست از غذا رو که مثلا اینجا نوشته، مثلا بیکری، نون یا میت، گوشت یا پاستا یا اویل، روغن، این همه اینا رو من از اونجا کپی کردم، 1, 2, 3, 4 هست. میتونید مثلا 0, 1, 0, 2 بذارید، میتونید 2, 0, 1, 2, 0, 2 بزنید. ببینید بر حسب فارسی داره به ما میده، چون فونت هم فونت فارسی، اگه فونت رو تغییر بدم اونا انگلیسی میشه. یا مثلا میخوایم بر حسب آی 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 باشه، اینا رو هم قبلا در مورد اینا کامل توضیح دادم بهتون.
یا مثلا بر حسب ABCD میخواییم باشه، یا من روی همون 1, 2, 3, 4 قرار میدم. گزینه بعدی هم دوباره مثل قبلی بر حسب استایل کاراکتری تغییر میکنه. دوباره من روی این کلیک بکنم، یادتونه که قبلی من رنگ صورتی رو انتخاب کرده بودم و اینجا سیو شده و روش که کلیک بکنم همونه. دوباره میتونیم از اینجا یه مدل دیگه، مثلا داش لاین بدین، آلدر لاین بدین، میتونین انتخاب بکنین که من این رو روی همون نان خودش قرار میدم. گزینه بعدی مود هست. اینجا میتونید شروع کنید که استارت نوشته ها از 1, 2, 3 یا مثلا 10 یا 12 باشه، مثلا همون پیجی که حالا این بالا انجام میدادیم. اینجا من اگر بیام روی استارت ات کلیک بکنم همش 1ه. اینجا مثلا من میخوام از 3 شروع بشه، روش کلیک میکنم ببینید همشون 3 میشه، استارتش از 3، یا از 5 باشه روش کلیک بکنم این الان 5. اگر شما خواهم از 5, 6, 7 به بعد شروع کنید، دوباره برمیگردین کنتینیو رو اینجا میزنید، کنتینیو فرام پرویوز نامبر، روش کلیک میکنم ببینید از 5, 6, 7, 8. یا مثلا میخواین از 10 شروع بشه، دوباره میام روی استارت کلیک میکنم، این رو عدد 10 میدم و دوباره کنتینیو رو میزنم از 10, 11, 12. اینجا میتونید بهش عدد بدید. این از این گزینه. خب من میام توی قسمت بولت، میخوام روی همون نقطه قرار گرفته باشه و اوکی رو اینجا میزنم. ببینید به شکل نقطه شده. اگر شما بخواید یک قسمت رو عدد بدین و بعضی هاشون رو نقطه بذارین، مثلا شما میخواید سیریلز رو عدد بذارین، یعنی مهمتر از همشون مثلا سیریل هست، خب اینو میخواید عدد بذارین، تی روی کیبورد رو میزنم که فعال بشه، روی فقط سیریل کلیک میکنم. ببینید من چه اینجا کلیک کنم، چه اینجا، چه هر جا، فقط سیریل تغییر میکنه دیگه. انتخابش بکنیم یا نکنیم، میتونیم انتخابش کنیم، میتونیم انتخابش نکنیم، اما اینجا کلیکش کردیم. دوباره میام سه تا خط اینجا، ببینید بعضیا این بالا قرار گرفته تمام بولت و نامبرینگا، من این بالا ندارمش، میام از این قسمت و روی بولت و نامبرینگ اینجا کلیک میکنم. مثلا اینجا اگه بخوام روی نامبر بزنم، ببینید سیر روی 10 قرار گرفت، فقط همین یکی رو تغییر داد. و اینجا میتونیم استارت رو روی 1 بذاریم و دوباره بیام اینجا همون رو 1 میده بهمون. و اگر من اوکی رو که بزنم، فقط این قسمت عدد 1 گذاشته شد، بقیه همه نقطه هست. کنترل زد میزنم برمیگردم. حالا یه موضوع دیگه بهتون بگم، مثلا من میام این دوتا گزینه آخر رو یا این ستا رو میخوام عدد بدم. دوباره میام توی این ستا خط بولت و نامبرینگ رو میزنم، اینجا روی نامبر کلیک میکنم، ببینید 10, 11, 12. اگر من اوکی رو بزنم و بیام آخر این خط اینجا بعد ای یه اینتر بزنم، یعنی بعدیش میشه 13، یه دونه اینتر بزنم بعدی میشه 14، هر چی اینتر بزنم برم بعدی خودش به صورت پیشفرض عدد رو میبره بالا پایین. و اگر شما بخواید عددها رو به انگلیسی تغییر بدیم، یه کنترل ای میزنم انتخابش میکنم، فونت رو اینجا میتونیم تغییر بدیم. ببینید فونت که تغییر بکنه، این چون فونتمون یه جوری هست که کلن عددها رو به صورت فارسی داده، مثلا اینجا، خب من روی این کلیک میکنم، ببینید الان فونت ها رو به صورت انگلیسی داد، که شما میتونید تو این قسمت کاراکتر اینجا بتونید فونت ها رو تغییر بدین، که من در مورد کاراکتر هم کامل توضیح دادم، لینکش رو بالا براتون میذارم که اگر دیدید این قسمت حالا عربی که و یه سری از کارا داره اذیت میکنه و شما نوشته تو انگلیسی، اینجا باید حتما انگلیسی رو روی USA قرار بدیم. این از این گزینه. این کنترل زد میزنم، باز این رو برمیگردونم. خب من برمیگردم عقب که ادامه پوسترمون رو داشته باشیم.